مسلمان وظیفه دارد که دست کم یک بار در عمرش برای زیارت خانه خدا به مکه برود. آنها در انجام این شعائر راه مردی را می روند که نمادهای عصر جاهلیت را از کعبه بیرون کرد و آن را به عنوان قبلگاه مسلمانان به آنان شناساند. مردی که خدا هدیه بزرگش به انسان یعنی قرآن را توسط او عرضه کرد. اسم این مرد که چهره زمین را تا ابد تغییر داد محمد است. محمد پیامبر خدا. محمد پیامبر خدا اسم یکی از ماندگارترین فیلم‌های تاریخ سینماست. این فیلم توسط هالیوود ساخته نشد، اما متکی بر تکنولوژی و تکنیک‌های آن بود. در سال 1977 هالیوود معتقد بود که این فیلم هرگز نمی‌تواند ساخته شود، چرا که به اعتقاد مسلمانان هرگز نباید چهره‌ای از پیامبر نشان داده شود. اما داستان حضرت محمد و پیروزی وی بر ستمگران عصر جاهلیت آنقدر الهام بخش بود که یک فیلمساز مسلمان به نام مصطفی عقاد جرأت ساختن آن را به خود داد. من به دلیل علاقه شخصیم این فیلم رو درست کردم. جدا از پتانسیل داستانمون برای سناریوی یک فیلم که کشش ها و درام خودش رو داره، جدا از اینها فکر کنم یک چیز شخصی هم در اون بود که با وجود اینکه خودم هم مسلمان هستم و در غرب زندگی میکنم، احساس کردم وظیفه منه که واقعیت های اسلام رو بگم. عدم شناخت درست اسلام در غرب به رغم وجود بیش از 1 میلیارد مسلمان در جهان عقاد را بران داشت تا با ساخت یک فیلم به این کمبود پاسخ دهد. من فکر کردم این داستان رو باید بگم تا این فاصله در شناخت رو در غرب پر کنم. به رغم اینکه استودیوهای بزرگ چندین بار تلاش کرده بودن فیلمی از محمد بسازن، اما همه اونها شکست خوردن، چون میخواستن خود پیامبر رو نشون بدن و این موضوع از نظر اسلام قابل قبول نبود. اونها روی این موضوع خیلی تاکید دارن. این نظر اونها تنها در رابطه با محمد نیست، بلکه درباره عیسی و موسی هم همین نظر رو دارن. اونها اعتقاد دارن که هیچ چهره‌ای نباید برای پیامبران نشون داده بشه. اما من احساس کردم که میتونم این مسئله رو حل کنم، چون من این موضوع رو بهتر درک میکنم و میتونم این کار رو بدون نشون دادن پیامبر انجام بدم. من با یک سرنویس معروف به نام هری کریک تماس گرفتم و اون هم مانند من نظرش این بود که میشه این کار رو انجام داد. افتخار من در نوشتن سناریوی این فیلم این بود که داشتم بر علیه جهل دنیا در رابطه با این دین و این مرد و قرآن می‌نوشتم. داشتم می‌نوشتم اسلام چی هست و چی بوده. این کار هم ساده بود، چون در طبیعت اسلام بود. اسلام یک دین جدید نبود و اون چه خدا به محمد گفت قبلش هم به پیامبران دیگه گفته بود، اما مردم از اون حرفا رو گردانده بودن. ما بعد از 2 سال یک سناریو به دست آوردیم و تونستیم تاییدیه مقامات دینی رو برای اون بگیریم. دانشگاه الازهر در قاهره زیر صفحه به صفحه سناریو امضا کرد. کار بعدی ما پیدا کردن مکانی بود که بتونیم برای فیلم برداری درست کنیم و مکه اون زمان رو به تصویر بکشیم. مکه امروزی در عربستان الان دورش آپارتمان داره و تغییرات زیادی کرده و ما دیگه قادر به ضبط در اونجا نبودیم. برای همین ما دنبال مکانی گشتیم که شبیه به مکه اون زمان باشه. ایتپوشان یک روستای کوچک در کوههای اطلس است که در 15 کیلومتری شهر مراکش در کشور مراکش قرار دارد. موقعیت و اندازه روستا دقیقاً مانند مکه قدیم بودند. اما مکه آن زمان یک شهر بسیار ثروتمند بود که کاروان‌ها از آنجا عبور می‌کردند. به همین دلیل برای ساخت این فیلم این روستا را تغییر دادند تا وضعیت اقتصادی آن را مرفه جلوه دهند. ساکنان روستا یک مرتبه خود را در خانه‌های ثروتمندترین تاجران مکه یافتند. به آنها اصرار شد تا همانجا بمانند و به این شهر روح زندگی بدهند. ساکنان این روستا به عنوان سیاهی لشکر در این فیلم شرکت کردند. آنها همچنین به عنوان کارگر استخدام شدند تا در تبدیل کردن این رویا به واقعیت کمک کنند. And
ما 300 نفر داشتیم که تخصص زیادی نداشتن، ولی بعد از 4.5 ماه ساخت و ساز اونا خیلی متخصص شدن. زمانی که پیامبر از مکه تبعید شد، شهر مدینه و اولین مسجد اسلام پایگاه او شد. بنابراین این شهر هم باید بازسازی می شد. در هر دو شهر با هم باید 200 خانه، 4 قصر و 47 کیلومتر دیوار ساخته می شد. آنها به سرعت با کمبود مصالح ساختمانی مواجه شدند. تهیه مواد خام یک مشکل جدی بود. بعد چوب در مراکش خیلی خراب بود. ما مجبور شدیم از فرانسه و ایتالیا چوب وارد کنیم. ما برای ساخت داربست 500,000 متر لوله نیاز داشتیم و 100,000 متعلقات دیگه. ما همچنین در تهیه گچ خیلی مشکل داشتیم و شرکت ها باید برامون در هوای نامناسب گچ می آوردن. پس از 3 ماه ساخت و ساز، یک طوفان وارد این مکه گچی شد و آن را به ویرانه‌ای پر از زباله تبدیل کرد. اما سازندگان فیلم مصمم‌تر از آن بودند که با این چالش کوتاه بیایند. آنها سرانجام این دو شهر عربستان قدیم را دوباره زنده کردند. در مرحله بعد ساختمان‌ها طوری تزئین می‌شوند تا فضای زندگی در یک شهر تجاری در قرن 7 میلادی را ایجاد کنند. بت‌هایی که حضرت محمد در جنگ با آنها بود در سراسر مکه وجود داشتند، تا اینکه پیامبر پیروزمندانه به مکه بازگشت و همه آنها را نابود کرد. 11,000 تیر کمان، 1,000 کمان، سپر، شمشیر و نیزه نیز باید برای دو ارتشی که برای حضرت محمد و علیه او می‌جنگیدند ساخته می‌شد. همه اینها در کارگاه‌های محلی ساخته شد. این دنیای باستانی در عرض 4.5 ماه حول روستای ایتبوشان ساخته شد. وقتی ساکنان مسلمان روستا متوجه شدند که سمبل اسلام یعنی کعبه در روستای خودشان ایستاده و روستایشان به مکه قدیم تبدیل شده، آنها در ابهت و شکوه آن غرق شدند. اما با ورود دوربین، کرین و پروژکتورهای نور، حد فاصله تصور و واقعیت پر شد و آنها را به دنیای واقعیت بازگرداند. تیم تکنیسیان‌های برنده جایزه اسکار وارد شدند تا به این دنیایی که به سرعت ساخته شده بود جان بدهند. آنها در 13 ماه آینده در آنجا کار خواهند کرد تا فضا را هرچه واقعی‌تر و شبیه‌تر به خود مکه کنند. اینجا باید شبیه مکه سال 610 میلادی شود، شهری که محمد در آن به دنیا آمد، بزرگ شد و یکی از بزرگترین ادیان جهان را بنا نهاد. با آماده شدن ست‌ها شرایط برای ورود بازیگران فراهم شد. گام بعدی تهیه لباس مناسب برای بازیگران بود. لباسی که هم فضای زندگی آن دوران را تداعی کند و هم بازیگران آن را مانعی برای اجرای خود حس نکنند. And as my lady can see, ravished to the eye. Yes. 7 lengths. 20 dinar. Abu Sufyan's wife. 15. I wanted to do 2 versions. من می‌خواستم 2 مدل فیلم درست کنم، یکی به زبان عربی و یکی به زبان انگلیسی با هنرپیشه‌های جداگونه، چون عربی و انگلیسی 2 زبان متفاوت هستن. شما نمیتونید عربی رو وارد انگلیسی کنید یا اینکه انگلیسی رو وارد عربی. این برای حرکت دهان خیلی سخته. زمانی هم که داشتم بودجه فیلم رو محاسبه می‌کردم، طوری حساب کردم که انگار بخش عربی اون فقط چند برداشت بیشتر خواهد بود، اما من اشتباه کردم و در عمل خیلی بیشتر وقت گرفت. این رو هم نمیتونستید از کسی یاد بگیرید، چون این اولین باری بود که چنین کاری انجام میشد. نحوه اجرا در عربی فرق میکنه، دراماتیک تر، طولانی تر و شاعرانه تر. برای همین هم مجبور شدیم تمام صحنه از موقعیت دوربین ها تا نور پردازی ها رو تغییر بدیم، یعنی به اون سادگی که اولش فکر میکردیم نبود. نائم الملمس متعة للعين. نعم، 7 أطوال
20 دينارا لزوج أبي سفيان. خذيه بما شئت يا مولاتي. 15. وجود حضرت محمد در کل فیلم محسوس است، اما وجودش به طور عاقلانه‌ای طراحی شده که بیننده آن را حس کند ولی نبیند. نقش انسانی اصلی در فیلم بر عهده عموی پیامبر یعنی حمزه می باشد. نقش حمزه را در فیلم انگلیسی آنتونی کوین اجرا کرد و در نسخه عربی توسط عبدالله قیس اجرا شد. درگیری شخصیتی اصلی در فیلم بین حمزه و رئیس تجار بت‌پرست مکه ابو سفیان می باشد که نقشش توسط مایکل انصارا و حمید قیس اجرا شده. این درگیری با وارد شدن همسر ابو سفیان یعنی هند جگرخوار تشدید می شود که نقش وی توسط ایرن پاپاس و مونا واسف اجرا شد.